شما سیه ما راه دیدار خدا، عیسی مسیح مرد گناهانم بخشیده، عیسی مسیح مرد قدرت من شکسته، عیسی مسیح مرد خداوند شاه ما، خوشگل من. قدرت روحانی یعنی گفتن نام عیسی مسیح، همان انجیل آسمانی. بچه های عزیزم، عیسی در تمام شهرها و روستاها رفت و در کنیسه های اونها تعلیم داد و مژده پادشاهی رو بشارت داد و هر بیماری و مرضی رو شفا داد، چون عیسی انبوه جمعیت رو دید بر اونها دلسوزی کرد، زیرا آنها مانند گوسفندان بیشبان آزار و اذیت می دیدن و درمونده بودن. سپس به شاگردان خود گفت: محصول زیاد است اما کارگران اندک هستند، پس از خداوند بخواهید که کارگران را به مزرعه بفرستد. متی فصل 9 آیه 35 تا 38. گلای من، انجیل بهشت همون مژده پادشاهی خداه، یعنی همون پیدایش فصل 3 آیه 15 عیسی مسیح که سر شیطان اون مار قدیمی رو کاملا له کرده. ما باقی ماندگان فرزندان خداییم که توسط پیدایش فصل 3 آیه 15 یعنی همون عیسی مسیح نجات پیدا کردیم. پس ما باید در این روز سبت که روز مسیحه از برکات عبادتی بهرمند بشیم تا روح ما از طریق عبادت خدا تازه بشه. شیطان اومده کلامو بدزده، این ورا اون ور منو میبینه. ای شیطان شری دزد برکت خدا، به نام عیسی مسیح از زندگیم دور شو. به نظر شما چه اتفاقی میفته اگه امروز انجیل رو از طریق عبادت در روی خود قرار بدیم؟ اون وقت مانند داوود شما هم هرگز از جولیات، اون قول بزرگی که خدای زنده رو مسخره میکرد، نمی ترسید. در عوض شما با جسارت به سوی اون پیش میرید و به نام خدای لشکرها، پیدایش فصل 3 آیه 15، عیسی مسیح با اون قول مبارزه میکنید. این جوریه که شما در عیسی مسیح شجاعت پیدا میکنید که قوی و پیروز بشید. عزیزای من، اگه عیسی مسیح از نسل زن در پیدایش فصل 3 آیه 15 رو که در عبادت میشنویم و بپذیریم، میتونیم هر لحظه بر خودمون غلبه کنیم تا توسط شیطان فریب نخوریم و ما میتونیم این جهان رو که توسط پادشاهی تاریکی شیطان پوشیده شده فتح کنیم و در آینده ما میتونیم مثل مسیح زندگی کنیم. پس گلای من، بیاییم با صدای بلند و رسا بگیم که عیسی مسیحه، ما فرزندان خداییم،
همه مشکلات حل شده. ای شیطان دور شو، روح القدس ما رو پر کن. بشارت جهانی. طبق متی فصل 8 آیه 1-2 افراد زیادی در اطراف عیسی بودند و از اون پیروی میکردن، اما هیچکس عیسی رو به عنوان مسیح نپذیرفته بود و ایمان نیاورده بود که عیسی همون مسیحه. با این حال یه نفر با جدیت به اون ایمان آورد و نام عیسی مسیح رو خوند. اون یه جذامی بیمار بود که مردم اونو تردش کرده بودن و اونو معلوم خطاب میکردن. اون مرد جذامی به عیسی مسیح گفت: خداوند من، عیسی مسیح، ای پیدایش فصل 3، ای خدایی که به تمام مشکلات زندگی که از طریق گناه اصلی به من رسیده رو پایان دادی، ای عیسی مسیح که به عنوان انجیل ملکوت آسمانی به روی زمین اومدی، ای عیسی مسیح که به ما هویت و اختیار دادی تا فرزندان ابدی خدا بشیم، اگه بخوای میتونی منو پاک کنی. اون فرد جذامی از اون فرصتی که به دست آورده بود استفاده کرد. اون میدونست که هیچ علم پزشکی و هیچ دارویی نمیتونه اونو درمون کنه. به خاطر همین به عیسی مسیح همون پیدایش فصل سایه 15 با ایمانی جدی چسبید. عیسی که دلش بر اون جذامی سوخته بود دستش رو اون جذامی گذاشت و فرمود: من میخواهم پاک شو. توی اون لحظه تمام بیماری جذامی که تو بدنش پخش شده بود ناپدید شد و اون کاملا شفا یافت. حالا به نظرتون بعد از این ماجرا زندگی این فرد شفا یافته از جذام چی شد؟ اون همیشه در عبادت از قدرت نام عیسی مسیح همون پیدایش فصل 3 آیه 15 استفاده میکرد و با از خود گذشتگی حتی از جون خودش برای نام عیسی مسیح دریغ نکرد و اون به عنوان یک بشارت دهنده زندگی کرد که همیشه به نام عیسی مسیح افتخار میکرد. همانطور که در متی فصل 9 آیه 36-38 میخونیم: هنگامی که عیسی دید مردمانی که به دور اون جمع شدند مانند گوسفندان بیشبان هستند، دلش برای اونا خیلی سوخت و به شاگرداش گفت: محصول فراوونه اما کارگر کمه، به خاطر همین از صاحب خود بخواین که کارگرانی برای برداشت محصول بفرسته. به خاطر همین عیسی مسیح به دنبال شاگردانیه که از نابودی نجات پیدا کردن تا انجیل ملکوت آسمونی یعنی همون مسیح رو بشارت بدن. این بزرگی و محبت قلب خداوند رو نشون میده. پس یه نگاه به کتاب مقدس بندازیم، اونجایی که محبت و قلب خداست. خدای آفریننده ما رو به صورت و شبیه خدا از خاک مرد و زن آفرید. خداوند از نفس زنده خود در سوراخ بینی انسان دمید، همون انسانی که شبیه تصویر خداست. پس ما موجودات روحانی شدیم. من شبیه کی هستم؟ شبیه خداوندم. نفس خدا هستست در وجودم. گلای من،
خداوند این گونه ما را آفرید و با دیدن ما بسیار خوشحال شد و در روز هفتم خداوند به ما برکت داد تا از طریق عبادت آرامش واقعی رو برای روح خودمون دریافت کنیم. سپس خداوند در هنگام عبادت در باغ عدن فرمود: یادتون باشه از میوه درخت شناخت خوب و بد نخورید، روزی که از اون بخورید حتما میمیرید. با این حال اتفاقی افتاد که قلب خدا رو خیلی شکست. اون شیطان دروغگو فریبکار در وجود ما رفت، برای فریب دادن آدم و حوا به باغ عدن اومد. شیطان با آدم و حوا گفت: اگه میوه این درخت رو بخوری هیچ وقت نمیمیری. خدا به تو گفت از اون نخوری، چون میدونست وقتی از اون بخوری چشمات باز میشه و مانند خداوند خوب و بد رو میشناسی. بچه ها، وقتی فکر شیطان که افکار جسمانیه وارد انسان بشه چه اتفاقی میفته؟ درست حد زدین عزیزای من. وقتی انسان خدا رو ترک میکنه ترس فوراً به وجود میاد. به همین دلیله که انسان دائما از ترس رنج میبره و به عنوان برده شیطان زندگی میکنه. اون شیطونی که قدرت مرگ رو به دست گرفته در پایان انسان رو به سمت نابودی ابدی میکشه. به خاطر واقعی پیدایش فصل 3، همه فرزندان آدم یعنی همه کسانی که از نسل انسان متولد شدند فرزندان شیطان هستند که به گناه اصلی زنجیر شدند. با این حال خداوند بلافاصله راه نجات رو برای زنده موندن ما باز کرد. خداوند فرمود: میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. خداوند از شیطانی که آدم و حوا رو با دروغ فریب داد خیلی متنفر بود. به همین دلیله که شیطان رو دشمن میدونه و علیه شیطان جنگ روحانی اعلام میکنه. خداوند به شیطان گفت: میان نسل تو و نسل زن اعلام جنگ میکنم. انجیل اصلی یعنی اولین پیام امید، پیدایش فصل 3 آیه 15 که خدا به آدم و حوا بعد از فریب خوردن توسط شیطان داد و خداوند برای آدم و حوا لباس چرمی درست کرد که از پوست گوسفند ساخته شده بود که به خون گوسفند آغشته بود و تنشون کرد. راستی یه سوال مهم: عیسی مسیح از نسل زن در پیدایش فصل 3 آیه 15 که سر شیطان رو کاملا له کرده کیه؟ عیسی مسیح پادشاه واقعیه که در بدن من اون شیطان رو نابود کرده. این شیطان دروغگو، هریسکار، بیگانه، دوست معنوی، روح ناپاک با گناه اصلی به وجود من راه پیدا کرد. عزیزای من، همچنین عیسی مسیح کاهن اعظمیه که با مرگ بر روی صلیب همه اون نفرین ها و اون بلاهای زندگی منو از بین برده و همینطور اون کلام حقیقیه که راه ملاقات با خدا رو برای من باز کرده. فرزندان خدا، شیطان به دلیل گناه اصلی در پیدایش فصل 3 قلب ما رو میدوسته، میکشه و ویرون میکنه و هنوز در وجود ما فعاله و مشکلات روحی برای ما ایجاد میکنه. اگه این مشکلات روحی رو حل نکنیم چاره جز افتادن تو تاریکی و پوچی نداریم.
بنابراین ما باید عیسی مسیح رو به عنوان خدای خود پیدایش فصل سایه 15 بپذیریم که برای حل این مشکل اومده. عزیزای من، گلای قشنگ تنها در این صورته که میتونیم از نعمت نجات برای تولد دوباره به عنوان فرزند خدا بهره مند بشیم. بنابراین بیاین قلب خودمون رو به روی عیسی مسیح باز کنیم و اعتراف کنیم که عیسی مسیح رو در روح خودمون میپذیریم. بچه های گل من، بیاین با هم اینجوری دعا کنیم. ای خدای عشق و محبت، من با گناه اصلی همون پیدایش فصل 3 به دنیا اومدم. من عیسی مسیح از نسل زن رو به عنوان خدای خودم میپذیرم، خدایی که من رو از نابودی نجات داد. خدای مهربون، از تو سپاسگزارم که همیشه و همه جا با من هستی و منو از طریق روح مسیح فرزند خودت کردی و همیشه هدایتم میکنی. به من اجازه بده تا شبیه مسیح بشم و نام عیسی مسیح رو به 235 کشور جهان برسونم، همون رویایی که تو به ما دادی. به نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم، آمین. امروز در جنگ روحانی بر افکار شیطانی که شما رو گول میزنه پیروز بشین، تا در خودتون به خاطر اینکه فرزند خدا شدین و مانند مسیح قدرت پیدا کردین مغرور نشین. من شما رو برکت میدم که شبیه عیسی مسیح بشین تا نور زندگی شما نام عیسی مسیح رو به 237 کشور منتقل کنه. پس بیاین با هم دعا کنیم. خداوند مقتدر، برای حل مشکل روحانی که از طریق گناه اصلی در پیدایش فصل 3 در وجود من اومده، عیسی مسیح در پیدایش فصل 3 آیه 15 که سر شیطان رو له کرده رو به من داده، پس من مسیح رو به عنوان استاد خودم قبول میکنم. از تو سپاسگزارم که به من نعمت نجات دادی تا دوباره به عنوان فرزند تو متولد بشم. به من اجازه بده تا مانند مسیح بشم و با اقتدار نام عیسی مسیح رو به تمامی 237 کشور دنیا برسونم. به نام عیسی مسیح خداوند دعا می کنم، آمین.